تغییرات نگرشی هستش که نه فقط در دنیای بازاریابی و فروش، بلکه شاید در کل دنیای کسب و کار اتفاق افتاده و خیلی کسب و کارهایی که حالا من کنارشنم به عنوان مشاور، شما هستی یا دوستان دیگر همکاران، میبینیم که واقعا جواب نمیده و بله میخوام دربارش کمی گپ بزنیم و با هم بریم جلو که یه سری تغییراتی که حداقل من دارم درک میکنم در فضای کسب و کار و باعث شده دیگه مثل گذشته نمیشه پیش رفت، دیگه مثل گذشته روش های بازاریابی و فروش جواب نمیده. مثال خیلی سادهش این بود، شاید شما قبلا با یه تخفیف ساده گذاشتن، با یه جشنواره فروش گذاشتن، با 4 تا فروشنده بیشتر استخدام کردن، با یه خورده پورسانت بیشتر دادن، میری داره واقعا فروشت میره بالا، ولی امروز دیگه اینطوری نیست و میبینیم که به این سادگی فروش تکون نمیخوره. چند تا من تغییر رو احساس میکنم که میگم و حالا شما هم ادامه بده که ببینیم آیا منم درست فهمیدم یا اصلا چیزی شاید من جا انداختم. ببین، همیشه تو مارکتینگ ما میگفتیم محیط خیلی تأثیر بزرگی داره بر فضای کسب و کار و من الان دارم اینو خیلی خوب ادراک میکنم. اولا ما در ایران در سختترین دوران رکود اقتصادی و طولانی تر رکود اقتصادی هستیم و در رکود اقتصادی اتفاقی که میفته اینه که اصطلاحاً جیب مردم کوچیکتر میشه، این کیک بازار کوچیکتر میشه، چک برگشتی بیشتر میشه و کم کم میبینی قولها برای اینکه در بی تو بی یا بی تو جی میبینن اون پولایی که میخوان دیگه به اون راحتی اتفاق نمیفته، میان سراغ پولهای خرد بازار. بر همین میبینی رقبا وارد بحثایی مثل فروش اقساطی، فروش بدون پیش پرداخت، نمیدونم فروش با وام میشن و خب مثل گذشته دیگه نیستش که به سادگی بگی با 4 تا کاهش قیمت میفروشن. پس یه تغییر بزرگ، تغییر اقتصادیه و به نظرم حالا حداقل بخوام صادقانه و منطقی هم فکر بکنیم، در حداقل 6 ماه یک سال آتی فکر نمیکنم ما رونقی رو در این بازار ببینیم. دومیش به نظرم تغییرات اجتماعی از نظر جامعه شناسی. خب نسل زد و نسل وای الان عمده فضای کسب و کار ما رو دارن اینا تشکیل میدن، در حالی که خب محیط های کسب و کاری که من و شما سالها کار کردیم متناسب با نگرش های نسل ایکس یا دهه 60 ها طراحی شده بود. ساختار سلسله مراتبی، حقوق و دستمزد، دستوری، بالا به پایین صحبت کردن، نظم روزانه صبح یا عصر برو، سالها به یک جا وفادار بودن، در حالی که اصلا محیط های کار جدید با این نیروی کار دهه 70 و 80 دیگه هماهنگی نداره و از طرفی نسل مصرف کننده هم داره عوض میشه. مصرف کننده ای که حق دسترسی بالاتری داره، دانش بالاتری داره، چانه زنی بیشتری میکنه، دیگه مثل گذشته قانع نمیشه. پس تغییر دوم به نظرم رانه اجتماعیه. تغییر سوم خب رانه فرهنگیه. یعنی ما در ایران داریم میریم جلو و میبینیم سطح سلیقه مردم داره تغییر میکنه، معیارهای انتخاب داره عوض میشه، نقش زنان در اقتصاد داره پررنگ میشه، مردم معیارهایی برای انتخاب دارن که در گذشته شاید نبود. مثال خیلی سادهش تو برخی از برندها میبینیم که به خاطر اشتباه اون برند در برخورد با مصرف کننده ها چه گاردی ممکنه مردم بهش بگیرن در فضای مجازی، در فضای اجتماعی. موضوع چهارم به نظرم رانه تکنولوژیه. فضای مجازی تو ایران با تمام فیلترینگ ها و این وضعیت که الان من و شما با وی پی ام باید وصل بشیم به این فضای اینستاگرام و همه این داستان ها، خلاصه وصل شدیم و احتمالا طبق آخرین تحقیقات هم که خود ایران اعلام شده که دوباره خیلی ها که تو اینستا نبودن برگشتن با فیلتر شکن و امثال هم، و این فروش دیجیتال و از فروش دیجیتال مهمتر کسب اطلاعات دیجیتال باعث شده که مشتری دیگه مثل گذشته نیست که دست و پاش بسته باشه فقط از من خرید کن. پس حداقل این 4 تا رانه رو که کنار هم میذاره، رانه اقتصادی، رانه اجتماعی، رانه فرهنگی و رانه تکنولوژیک، انگار دیگه مارکتینگ و فروش مثل گذشته نمیشه پیش بره و اگر اونجوری داریم تلاش میکنیم فکر کنم آب در هاون کوبیدن. حالا این فتح بار بود، میخوام نظر تو رو هم بدونم، تو هم یه همچین دیدگاهی داری و حالا بریم سراغ چگونگی تغییر به نظر. همونطور که مجید جان گفتی، در واقع موضوع کاملا شفاف و درسته. حالا من یه جور دیگه هم میخوام تقسیم بندیش بکنم، یعنی این 4 تا موضوعی که شما فرمودی نمیخوام بگم درونی نیست، ولی انگار عوامل بیرونیه. اون وقت ما یه سری عوامل درونی هم داریم، یعنی موضوعی که
داخل سازمانه، یعنی این موارد و تغییراتی که فرمودی عوامل بیرونیه که داره فشار میاره به تیم فروش و کارشناسای فروش، ولی ما یه سری عوامل درونی و داخل سازمان هم داریم. یعنی از اون ور قضیه بعض وقتا مثلا شاید برای شما پیش اومده فروشنده ها به من مستقیم دایرکت میدن تو اینستا، تو تلگرام پیام میدن، یا توی کلاس ها مثلا این تایم های بریک آخر کلاس ها مثلا آقای بخشلی اینجوریه اونجوریه، خیلی فشار رو ماه، علاوه بر این که مثلا بازار وضعیتش خرابه، نمیدونم شرایط بیرونی اینطوریه، تغییرات اینجوری تو افتاده، از درون سازمانم مدیر بالا دستی من داره به من فشار میاره. یعنی بدون اینکه اصلا به این عوامل فکر کنه میگه نه مشکل تویی، تو اگه فروشنده بودی کار در می آوردی، تو اگه فروش زمان ما مثلا موقعی که من خودم فروش دستم بود ال می کردم بل می کردم. حالا یه بخشش آگاهانه است، یه بخشش در واقع یعنی آمدانه است، یه بخشش اصلا طرف خود مدیره هم انگار ناآگاه نسبت به موضوع. و یه بار من چند وقت پیش یه مصاحبه انجام دادم، گفتم خیلی جالبه مدیرای ما توی سازمان ها میخوان تغییر کنن، میخوان پوست اندازی کنن، ولی حاضر نیستن این تغییر رو از خودشون و از ذهنیت و نگرش خودشون شروع بکنن. یعنی میخوام جمع‌بندی کنم فرمایش شما رو که عواملی که گفتی کاملا درسته، عوامل بیرونیه و این ور قضیه. پس وقتی تو یه سری عوامل بیرونی داره تغییر میکنه، خب شما هم باید تو سازمان باید تغییر پیدا کنید دیگه. اگه قرار باشه با همون مدلی که مثلا 20 سال پیش تو شروع کسب و کارت کار میکردی و شروع کردی، اگه قرار با همون مدل بری جلو، که خب دیگه ببخشید چه کاریه دیگه، چه همیشه همین مدل جواب میداده دیگه. میگم این تغییره برای به نظرم از درون ایجاد بشه و شروع بشه. و یه چیز دیگه هم که میخوام اضافه بکنم اینه که به هر حال همیشه در حول و حوش این تغییرات، در حول و حوش این رکودها و رونقها و این اتفاقاتی که در بازار میفته و عوامل بیرونیه، قطعا یه سری فرصت و تهدید هم وجود داره. که یعنی خودم همیشه سعی میکنم که میگم آقا همیشه هم سیاه نبینیم، مثلا نیمه خالی رو نبینیم، حتما که اتفاقای مثبتی هم میتواند بیفته، ولی اونجا کیا میتونن از این فرصت استفاده کنن؟ یعنی فقط همه رو تهدید نبینن، باز برمیگرده به اون عوامل داخلیه، باز برمیگرده به اون مایندسته، به اون نگرش، به اون بینش تیم مدیریت. چون واقعا فقط مدیر ارشد نیست، ما توی سازمان های تیم مدیریت و یه تیم نگرشی داریم میگه که واقعا تأثیر گذارن و اینجا اون فرصت و تهدیدها رو باید بهش نگاه کنیم. حالا ما که شروع کردیم با هم، آره ما که شروع کردیم با هم راجع به این دوره صحبت کردن، یعنی دغدغه‌ای که واقعا هست الان خود شما، من میدونم روزانه شاید پیامی نیستش، یا تو جلسات فروشی که میری، آموزشایی که داری، یا جلسات مشاوره که میری، آقا همه الان گیرشون فروشه، دردشون فروشه و صرفا هم خیلیاشون فکر میکنن آقا مثلا خب چی کار کنیم، یه مثلا یه انگار مثلا مجید مجیدی یه عصای موسا داره، آقا این یا چوب جادو تو به من بگو بده من بزنم مثلا این یه اتفاق عجیب غریبی افته. نه، اگه بخوای فقط در واقع به اون درمان اون حالا مشکل فکر کنی، کار در نمیاد. مثال تب رو من اگه بخوام بزنم، مثلا من به بچه ها میگم که آقا تب یه نشانه است دیگه، یه نشانه است که به تو میگه بدنت عفونت داره. بعضی هم میخوام برن خود تب رو درمان کنن، آقا تب که نباید درمان کنی، تب داره اتفاقا خوبه، داره به تو میگه ببین یه عفونتی، یه مشکلی، یه گیری تو بدنت وجود داره و تو باید بری گیره رو پیدا کنی، در واقع آرزه یابی کنی، علت و ریشه رو در بیاری، بعد بری اونجا درست کنی، اون وقت تبه خودش قطع میشه، اصلا میاد پایین. میگم یه سری این تفکرها، حالا موضوعی که فرمودی مثلا به زور عرض به خدمتت که نمیدونم پروموشن و دیسکانت بده، هی تخفیف بده، هی تخفیف بده، نمیدونم الان جشنواره فلان داریم، الان آخر ماه، اگه تا امروز پولو بزنی، اینا دیگه واقعا قدیمی شده، کار نمیکنه. به قول شما انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، انقدر دیتا زیاده که ببخشید هممون در طول روز
پیامک تبلیغاتی هستیم که همین الان 70%، همین الان 50%، و شرایط پرداخت و بلند مدت و اینا واقعا اصلا دیگه به خیلی نظر ساده من تر کار امید جان، کنه. ببین من و تو که مشاوریم دیگه، خب بالاخره کارمونه به سازمان ها مشاوره میدیم، میان جلسه، ولی من الان به راحتی برخی از پروژه هایی که اخیرا اومد و رد کردم، یعنی یه صحبتی باشون کردم، جلسه گذاشتم و گفتم خب انتظارتون چی؟ آره آقای مجیدی فروش اومده پایین، نمیتونیم بفروشیم فلان. گفتم خب با هم کم صحبت بکنیم، مدل فروشتون چیه؟ چی کار میکنید؟ از کجا دارید سرنخ سازی میکنی تیمتون؟ بعد دیدم اینا هیچ کار خاصی نکردن و بیتعارف بگیم دیگه. ببین یه کاسبی یه دفعه یه حرفی مزه، من الان میفهممش، گفت ببین شنیدی میگن نمیدونم تورم بده تورم بده؟ گفتم خب. گفت برو دعا کن که تورم باشه همیشه. گفتم چرا؟ گفت ببین نصف این همکارا من با تورم کاسبن، اینا اصلا کاسب نبودن. این یارو یه مغازه داشت، یه انبار داشت، جنس داشت، یهو تورم تو بازار یه دفعه رفت بالا، مثلا طرف 500 میلیون جنسش شد 3 میلیارد جنس. بعد فکر که خودش کاسبه، خودش پول در آورده. اصطلاحا میگن دیگه، میگن شما زمانی که در دوران رونق بازار هستی، گردش پول تو بازار هست، مردم دارن خرید میکنن، تو توهم میگیری که من تجارت کردم. وقتی که میبینی بازار داره قفل میشه، وقتی میبینی بازار داره سخت میشه، تازه عیار میاد بالا. و حالا فکر کن میان سراغ ما با همون تفکرات دوران رونق که آقا دلاره داشت میرفت بالا، ملکم پشتش میرفت بالا، مردم هم داشتن میخریدن، میگم آقا یه کاری کنیم سریع بفروشیم بره. میگم آقا اگر واقعیت خدمتت بگم، اگر نری قیمت گذاری تو اصلاح کنی، اگر نری واحد بازاریابی تو ایجاد کنی، اگر نری تیمتو آموزش بدی، اگر نری تو واحد تأمینت بررسی بکنی، من تو فروش هیچ کمکی به شما نمیتونم بکنم. حتی بعضیشون ناراحت میشن، خب شما کارت آموزش به تیم رو آموزش بده. میگم نه، وقتی من میدونم تیم شما یه عمری جنس فروشش جنس زور فروشی بوده، جنس سفارشگیری بوده، زنگ میزنن چی داری این چند انقدر، خب تخفیف بده، نمیدم، نمیخری، جای دیگه مشتری هست، یه عمری اینجوری فروخته، آره لیست قیمت بفرست و حالا الله دیگه، یکیش میخره یکیش نمیخره. گفتم من اینو الان نمیتونم آموزش بدم که بره پشت تلفن برای تو پیگیری کنه، مذاکره کنه، چانه زنی، یه اون فروخته همونجوری. و امید این واقعا چالش اساسی تو سازمانا که ما میریم، یعنی حالا بعضی مدیرا باز پذیرششو دارن، به ما اجازه میدن مثلا میریم ساز و کار رو اصلاح میکنی، بچه ها آموزش میبینن از جنس فروش مشاوره ای، بعد کم کم وقت میذارم با مشتری صحبت میکنم، ولی بیتاروف میگم خیلی رک، سنفایی که بی تو جی هن با دولت کار میکنن، یا سنفایی که بی تو بی سطح بالا هن، یا اونایی که دولت دست اندازی میکنه، حتی هیچ کاریشون نمیشه کرد. یعنی آموزش بدی، مشاوره بدی، تخفیف بذاری، اصلا تکون نمیخوره سیستم. بعد نکته اینه اکثرا هم دارن تیم فروششون رو از دست میدن، چون اینا فروشنده هایی بودن که زمانی میفروختن که راحت میفروختن، یعنی با دو تا قیمت بالا پایین میدادن میرفت، الان میبینن نمیشه، بعد من هم بهشون میرم میگم آقا مذاکره کن، پیگیری کن، چانه زنی کن، میگه ول کن حوصله داری. من اخیرا افتخار داشتم با یکی از بیمه های کشور کار میکردم، تیمای تو شهرهای مختلف میرفتیم آموزش میدادیم، بعد به بچه‌ها خیلی اونجا صادقانه گفتم آقا منم اینجا میتونم بیام به شما الان 4 تا تکنیک متقاعد سازی و 4 تا تکنیک کلوزینگ، و زیادم تو اینستاگرام این حرفا هست، این جمله رو به مشتری بگو، نمیدونم این کارا رو بودم اینا، ولی دردی از شما دوا نمیکنه. و اصطلاحا بحثم همیشه با اینا با این شروع میشد، میگفتم اگه فروش رو یه سیستم داریم در نظر میگیریم، این سیستم یه ورودی داره، قراره یه خروجی بده که به شما منفعت مالی برسونه، و شما داخل این سیستم داری یه پردازشی انجام بده که ما بهش میگیم مذاکره، میگیم چانه زنی. شماها گیرتون خیلی وقتا اصلا ورودی این سیستمه، وقتی ورودی نداری یا ورودی بیکیفیت است، حالا تو هی بیا اینجا چونه بزن مذاکره کن. این من این باورمه، میگم به همون میزانی که هزینه نمی کنیم برای ساخت لید با کیفیت، به همون میزانی که هزینه نمی کنیم برای آگاه سازی و ایجاد سهم بازار، چند برابرش رو تو واحد فروش داریم هزینه میدیم، ولی نمیفهمیم. فروشندت ناراضیه، فروشندت کسب و کار رو ترک میکنه، فروشندت نمیتونه بفروشه، به تارگت نمیرسه، هی داری پورسانت میدی، هی داری تخفیف میدی، اینا هزینه نیست؟
ما اینا رو نمیبینیم، بعد میگیم آقا بیا اینور برای بازاریابی وقت بذار، بعد میگه خب بچه ها زنگ بزنن بازاریابی کنن دیگه. میگیم آقا اون که زنگ بزنن بازاریابی کنن، اون که یکی از راهکارهای بازاریابیه. شما تو بازار باید تبلیغات کنی، اطلاع رسانی کنی، برندسازی بکنی، دیده بشی، و این فرایند است که آخر سر منجر به فروش میشه. فرایندی که با آگاه سازی و اطلاع رسانی بازار شروع میشه، نه فرایندی که با تماس مشتری، فروشنده با مشتری شروع بشه. و به نظرم اینو تفاوت است که اصلا کسب و کارا اگر نپذیرن امید نمیشه دیگه کارشون کرد، مگر اینکه حالا امید به خدا بازار دوباره دلار بره بالا و یه رونقی بیفته و دولت پول تزریق کنه و مردم همجوری الله بیان خرید کنن، ما همجوری الله وقتکی بفروشیم. وگرنه دیگه اون مدل امید به خدایی که یه دیتابیسی ای جا میگرفتیم و زنگ میزدیم میفروختیم، به نظرم دورانش قشنگ دیگه تمام شد. دقیقا. من حالا اینجا که شما داشتی صحبت میکردی میتونیم به دو تا بخشم تقسیمش بکنیم. یعنی خب موضوع لایو امشب ما نگرش نوین به فروشه. من میگم این نگرش نوین به فروشه هم باید در سطح مدیران و لایه مدیریت اتفاق بیفته و هم در سطح خود کارشناسان فروش و کسی که مستقیم در واقع داره کار اجرایی فروش و کار مذاکره‌گری رو انجام میده. اینجوری نیست که حالا یه وقتی از، چون معمولا میگم هر دو تا سطحش هم ما موضوع داریم ها. یعنی واقعیت اینه که میریم توی سازمانایی که یه ذره قدیمی هن، فروشنده ها مثلا 10-12 سال کار کردن، چند سال کار کردن، اینا اصلا تغییر نمی کنن. یعنی میگه آقا تو ببخشید تو بچه ای، تو چی میگی؟ من مثلا انقدر فروختم اینجوریه، الان بازار خرابه. چرا؟ چون نمیخواد تغییر کنه، نمیخواد قبول کنه. من همشه میگم آقا ببین دایناسورا میدونی چرا هست شدن دیگه؟ دایناسورا به خاطر اینکه تطبیق ندادن خودشونو، قوی ترین بودن از کل به قول دنیا، دست اینا بود دیگه. کسی تونسته توی این جهان بقا پیدا کنه که تونسته خودشو تغییر بدی؟ پس تو هم اگه فروشنده‌ای و خودتو تغییر ندی، مثل اون دایناسور هضم میشی. یعنی سازمانت، مدیرت اگه آگاه باشه، اگه هوشمند باشه، یه جایی میفهمه که آقا نه اینجوری نیست، پس من باید برم سراغ آدمای جدید با نگرش جدید. پس هم این نگرشه و نگرش نوینه در خود فروشنده ها و افرادی که کار اجرای فروش رو دارن انجام میدن باید اتفاق بیفته، و هم در سطح مدیریت و لایه مدیریت باید اتفاق بیفته که آقا فروش دیگه صرفا توی همون خط مقدم اتفاق نمیفته. تو باید آماد پشتیبانی خوب داشته باشی، تو باید حمایت کنی، تو باید به موقع توپخونه رو فعال کنی که این بتونه اونجا پیاده نظامیه که بتونه بره بگیره، و همه اینا رو به عنوان یک در واقع سیستم ببینی، به عنوان یک مجموعه واحد ببینی تا برات کار بکنه، ولی یه دونه دوتایی کار نمیکنه. میگم یه ذره این همون نسله که شما میگی دیگه، یه مبحثی شما داری تغییر نسلهای فروش که دیگه واقعا چریکی و اینگه مثلا بری جنگ تن به تن و اینا دیگه واقعا جواب نمیده. من میگم این تغییر مایندسته داره اتفاق میفته. حالا یه چیزی هم که من بگم، من احساس میکنم که رکود یکی از خستاش این هست اتفاقا. حالا یه ذره البته دیگه متاسفانه ها، یعنی وقتی رونقه شرکت ها و سازمان ها به این فکر نمی افتن که آها من چرا دارم می فروشم. این چراه خیلی مهمه ها، من چرا دارم می فروشم و آیا اگر رکود شد هم من می توانم بفروشم. این همون جاییه که اکثرا گیر دارم. خب ولی وقتی رکود میشه انگار چیز میشه، ببخشید این شاخک ها تیز میشه، یه ذره آدم ها به این فکر میفتن که نه مثل این که باید یه کاری بکنم. بعد ما خب یه ذره ترند هم داریم دیگه، الان مثلا ترند سیستم سازی خیلی اومده بالا چون رکود شده به قول شما. آره. آینده حداقل تا 6-7 ماه به نظرم که بعید اتفاق خاصی میفته. بعد به خاطر هم یه رفع ترند شده، همه فهمیدن که آقا ما اصلا چطوری که داریم کار میکنیم، نه بیایم سیستمش کنیم، درستش کنیم. و به نظر من اینجا میشه همون فرصت دیگه، یعنی تهدیدیه که بعضی ازش استفاده میکنن و تبدیل به فرصتش میکنن، بیا ازش استفاده میکنن. ببین من همیشه تو کلاسای یعنی با سازمانایی که دوره فروش داریم میگم شما تو سه تا سطح
باید آموزش ببینید، یا حالا الان بخوام کامل تر بگم، شاید در 3 تا سطح باید تغییر اتفاق بیفته تا ما آماده بشیم برای شرایط جدید. بهش صادقانه با هم صحبت بکنیم، الان فروش سخت شده، یعنی به خصوص حالا یه موقع مثلا من یه نفرم، یه پیجی دارم، 2 نفر دارم کار میکنم تو اینستاگرام، تولید محتوا میکنم، به چیزی میفروشم، ولی من و تویی که با صنایع و سازمان ها کار میکنیم، الان تو شهرک های صنعتی 3 روز یارو برق نداره، طرف داره از چین جنس و قاچاق وارد میکنه، مستقیم وارد میکنه با قیمت پایین، این که دیگه نمیشه به این مفتی یا با 4 تا استوری اینستاگرام آقای فلانی گفته هفته 15 تا استوری بذار بفروشی، مال اینه که داره تو اینستاگرام میفروشه، اون کارخونه رو نمیشه با 15 تا استوری اینستاگرام فروش در آورد. خب من همیشه بر همین بهشون میگم دقت کنید، ما اگر بخوایم آماده بشیم برای تغییر، در 3 تا محور باید تغییر کنیم: نگرش، دانش و روش. یعنی این 3 تا کنار همه که معنا داره. نگرش دقیقا همین که تو میگی، یعنی از نگرش مدیر سازمان که فروش را به عنوان یک جزیره منفکی از کل سازمان دیگر نداند، که بگه آقا بریز تو واحد فروش بچه ها بدن بره، مثلا اونجا چیزه انبار خط مقدم، اینجا از انبار مهمات، میگیم آقا هیچ نداره، میگه خب اوکی هرچی هست بریز شلیک کنم بره. یعنی این تفکر قدیم بوده که آقا یه واحد داریم به اسم فروش، ما هرچی بیاریم میریزیم تو این، با یه سری پورسانت و پاداش میدیم بره. این اولین نگرشه که باید تغییر کنه. دوم این که قبول بکنه فروش شده یه فرایند. من همیشه تو کلاس ها با این مبحث شروع میکنم، میگم آقا ما 4 تا کار داریم توی سیستم فروش، این 4 تا درست کنیم حل شده، مشتری بیاید، بخواهد، بخرد، بماند. من یه کاری بکنم سرنخه بیاد تو مذاکره وارد بشه، به نتیجه برسه، به من اعتماد کنه بخره، و پس از خرید تکرار داشته باشه، وفادار بشه و ارجاع بده. این کل این مسیر فروش است که باید شکل بگیره. پس اول باید مدیر قبول کنه. ببین چرا مدیر نمیتونه قبول کنه؟ فروشنده فروش شفاف دیگه، میگه آقا مجید این ماه 1 میلیارد فروخته، من بهش 20 تومن ثابت دادم، مثلا چه میدونم 3 تومنم پورسان دادم، حاشیه سودم مثلا 12% بوده، خب خدا بده برکت میارزه. ولی من بهش میگم بیا این بر الان ما برای مارکتینگ هزینه کنیم. میگه چی کار میخوای بکنیم؟ میگم مثلا بریم نمایش، 2 تا 4 تا میکنه. خب الان هولوش 1 میلیارد تومان هزینه نمایشگاه کنیم، چی داره برای ما؟ میگم چی داره؟ که خب آگاه سازی بازار داره، مشتری های هدف میشناسن، سرنخ سازی میشه. میگه نه الان نمیتونیم. میگیم آقا مثلا بیا سئو وبسایت تو تقویت کن. میگه بعد چی میشه؟ میگیم خب کم کم تو گوگل میای بالا اینا. میگه خب این خیلی طول میکشه. میگیم بیا تبلیغات گوگل ادز بکن، بیا تبلیغات در اینترنت انجام بده. میگه خب گرونه. ببین چرا میگه گرونه؟ چون فروشنده کاست بنفیتش واضحه، اینقدر پول دادم اینقدر فروختم. مارکتینگ هزینه است دیگه، تو اون پشت داری هزینه میکنی، آگاه سازی میکنی، یا برندینگ داری ذهنها رو آماده میکنی که منجر بشه به فروش. پس نگرش اول این که فروش جزیره نیست، نگرش دوم این که ما فرایند میخوایم، و نگرش سوم این که ما یه سری هزینه ها رو باید امروز انجام بدیم برای 6 ماه دیگه، برای 1 سال دیگه، و اگه اینو انجام ندی بچه ها هی دارن دست و پا میزنن، هی تخفیف بیشتر بده، چک بیشتر قبول کن، نمیدونم پروموشن بذار، فلان شرکت جایزه میده، فلان شرکت قسطی میده، فلان شرکت بدون پیش پرداخت داره میده. خب پس تو حریف نمیشی. پس اولین تغییر نگرشی که ما میخوایم نگرش در سطح مدیر سازمانه که اینا رو اصلاح کنه و فروش رو نه به عنوان یک جزیره، بلکه به عنوان بخشی از شرکت، و نه به عنوان یک اتفاق، بلکه به عنوان یک نتیجه فرایند، و نه به عنوان یک واحدی که فقط گاو شیرده اینجاست، واحدی که نیاز داره از پشت این گاوه رو تغذیهش هم بکنی، بالاخره علوفه میخواد، این نگهداری میخواد، این یه جاهای مریض میشه، اون هزینه ها رو نکنی اینجا پس از مدتی میبینی این گاوه شیرده دیگه شیر نمیتونه بده، خوش شده انگار. این میشه نگرش. حالا از بالا که این نگرش داره تغییر میکنه، مدیر میاد سراغ ما میگه خب من اینو قبول کردم، چی باید بدونی؟ میرسیم به دانش. آقا دانش مارکتینگ باید بدونی، دانش مذاکره باید بدونی، دانش ارتباطات باید بدونی، دانش محصول رو باید تقویت کنی. حالا دانشی که داره تقویت میشه، کم کم میگن حالا چجوری بفروشیم؟ میگیم برو سراغ روش. حالا بیا اینجوری باهاش چونه زنی کن، اینجوری پیگیری بکن، اینجوری برو متقاعدش بکن، اینجوری مذاکره بکن. و این
از نگرش به دانش به روش وقتی میرسه، ما یه تغییر اصولی رو در فروش میبینیم، ولی سازمان ها تجربه من و تو اینه که میان نقطه آخر، آقا یه دوره 15 ساعته بیا بچه های ما رو آموزش بده اینا بهتر بفروشن، حال من و تو که بیریم پولمون رو میگیریم آموزش میدیم، ولی وقتی میام بیرون چند روز بعدش به زنگ میزنم خب چه خبر، میگه آره 3 تا بچه ها رفتن، میگه پس من کیو آموزش دادم، اینا کجا رفتن الان، برای چی پول ندی به من آموزش بده. پس میبینی حتی سازمان زیرساخت نگهداشت تیم هم نداشته، بعد ما رفتیم آموزش دادیم، خب اینم شده یه هزینه به نظرم اضافه اونجا. دقیقا همینطوره. بعد داشتی به اون موضوع اشاره میکردی، یاد اون مثال فوتباله افتادم که واقعا ما مگه چند تا بازیکن در طول تاریخ فوتبال داشتیم که بتونن همه رو دریبل بزنن، برن همه یه کار تنه بکنن، بعد برن گل بزنن. واقعا کلن یه مثلا مارادونا بوده، یه مسی، رونالدو، اونم کلن دو تو کل سالاشون 2-3 بار تونستن این کارو بکنن. یعنی میدونی منظورم چیه؟ این تغییر نگرشه که شما راجبش صحبت کردی، خب آقا ما همین مفهوم ساده ساده در مارکتینگ و سیلز رو گاهن من تلاش میکنم به آدما، ببخشید، توضیح بدم که آقا مارکتینگ تسک اصلی و KPI اصلیش لید جنریشن، تولید سرنخه، و سیلز تسک اصلیش و KPI اصلیش اینه که اینا رو بتونه تبدیل کنه. شما تو همین مفهوم ساده که یکی از ساده ترین تعاریفه، وقتی مشکل داری، شاید هم مشکل نداره ها، یعنی همیشه اینا به خاطر تعاریف قدیم دیگه، به خاطر همون عدم تغییر است. یعنی 20 سال پیش مثلا طرف خودش برمی‌داشته تلفن رو برمی‌داشته بازار کولد کال زنگ میزده، قرار جلسه میگرفته، میرفته صحبت میکرده، میبسه همه کار میکرد، فکر میکنه هنوز اون دوره است. بابا اصلا دیگه تموم شده. شما باید حتما یک واحد مارکتینگ مستقل داشته باشید، باید حتما در واقع ساپورت کنی، پشتیبانی کنی تیم فروش تو و کارشناسای فروش تو، حتما باید تولز و ابزار در اختیارش بذاری. آقا CRM دیگه ساده ترین چیزه، چند تا سازمان مجید رفتی میگن، میگیم CRM داریم، تازه خوباشون میگن داریم استفاده استفاده نمی کنیم. این خوباشون هم. یعنی میگم خب CRMتون کوبیه بشینیم با هم راجع با دیتا با هم صحبت کنیم، چند تا مشتری داریم. اولی کسی که گارد داره خود مدیر فروشه، یعنی تیمو ولش کن، خود مدیر فروشه و سله نداره CRM رو همون... این میشه همون در واقع تغییره که تو سطح اجرا بعد اتفاق بیفته. میبینی؟ یعنی یه جا مدیره مثلا میگه آقا من رفتم خدا تومنم پول دادم، این میلیون هم پول دادم، یا نه اصلا مسئله پولش نیست، به هر حال رفتم تهیهش کردم، ولی کار نمی کنن. میدونی؟ یعنی در هر دوتا جا ما موضوع داریم. آره ببین فکر جان، این نگرشه که گفتم عوض بشه، یه بخشی از این تغییر نگرش. فقط هم ببین، ما اگر نگاهمونه که سیستم یک بافتار پیوسته ایه که واحدهای مختلف درش هستن، خب یه بخشی از این بافتار هم ادراک درست منابع انسانیه. ببین الان تو نسل جدید فروش که میگن مدت نگه داشته کارمند در دنیا در کشورها توسعه یافته 2 تا 2.2 ساله، و حداقل به تجربه من تو ایران به نظرم تو خیلی شرکت ها بیشتر از 1 سال نیست اگه 6 ماه نباشه. خب این نشون میده انگار جنس منابع انسانی هم عوض شده دیگه. دیگه اون فروشنده من صرفا با اینکه 2 تا پورسانت بیشتر بهش بدم، یه خورده حقوقشو ببرم بالا، انگار دیگه قانع نمیشه. منهای این که تازه نگاه بکنم به وضع جامعه، من بارها جلسات مصاحبه طرف گفته چقدر حقوق میدید، گفتم مثلا 17 تومن 16 تومن ثابت با پورسانت مثلا 24 تومن 23 تومن. خیلی رک تو صورت من گفت که اسنپ الان روزی 900 تا 1 دارم کار میکنم، تایم هم دست خودمه، وسط کار باشگاهم هم میرم 1 ساعت، کلاس تنبکم هم نوشتم دارم میرم. بعد من بهش گفتم آخه خب اون استهلاک داره، اون پشت فرمونی گرما سر، داداش ول کن یه حرفا رو، راحتم عوضش، آقا بالا سر دستور بهم نمیده. خب ببین تو این دیالوگو تو قبلا نداشتی تو استخدام تیم فروشه. قبلا فروشنده محیط کار تو رو با حقوق اسنپ مقایسه نمیکرد که. و از اون طرف من و تو زمانی که کار میکردیم، مگه لینکدین بود؟ مگه ویکی تجربه بود؟ مگه درباره محیط های کار خبر داشتیم؟
رفتیم یه جام گفت حقوقمون انقدر، ما وای میستادیم کار میکردیم. الان میدونه، الان مقایسه میکنه محیط کارشو، پس انگیزه نیرو انسانی که عوض شده، نوع استخدام که عوض شده، نوع نگهداشت عوض شده. خب سازمان کدوم یکی اینا رو تغییر داده؟ فرهنگش رو عوض کرده، مدل انگیزش تیمش رو عوض کرده، بچه ها احساس میکنن در یک محیط پویا هستن، حاضر نیست طرف 2 تومن رو حقوق بذاره، میگه آقای از کجا بیارم اگه بخوام مایه 2 تومن بیشتر کنم، میگه خب 2 تومن بیشتر نکنی من یه فروشنده خوب از دست بدم که بعد 6 ماه دنبال فروشنده بودیم تا دوباره بیاریمش. یعنی میخوام بگم این تغییر نگرشه فقط این نیستش که من یه واحد مارکتینگ را بندازم، اینه که من قبول بکنم جنس کسب و کار، جنس منابع انسانی، جنس فروش داره با هم تغییر میکنه و اون نگرش جامعه به سیستم کسب و کار وقتی بود، من میرم برای منابع انسانی فکر میکنم، برخوردم با پرسنلم اصلاح میکنم، دیگه چکشی نمیرم بالا سرشون داد بزنم نعره بکشم آوی فروش ها پایینه چکامون داره برگشت میخوره، این ور یه خورده فکر میکنم چجوری بچه ها رو کیر کنم وفادار بشن، حالا میام این ور فکر میکنم خب بذار برای اینکه اینا بهتر بفروشن من یه خورده کارا مارکتینگ بکنم، سر نخ سازی بکنم. و یه چیزی رو بپذیریم، همه این تغییرها امید درد داره، همه این تغییرها هزینه داره. مدیر نخواد هزینه ها رو قبول بکنه، میگه ببین عجیدی جمعش کن ولش کن، همین جوری دارن میفروشن خوبه، اینا که تو میگی سخته، بارها من جمله رو گفتم، میگه شماها نیرو پررو میکنید، شما به نیرو زیادی بها میدید پررو میشن. من میگم بابا جا من که مشاورم، من که تهش میخوام به تو راهکار بدم، خب این بره فردا تیم نداری و حاضر بره، حاضر نیروه از دست بره ولی عوض نکنه رویهشو. میخوام بگم برای اینه شاید یه موقعی میدونه ها، این نیستش که ناآگاه باشه، هزینه تغییر زیاده و حاضر نیست هزینه رو دیگه قبول کنه. بله کاملا با شما موافقم.